حالتون خوبه؟ بدری بدری شیرین شیرینی میخواین؟ شیرین بگوی شیرین اونم یاد چشم آقا دراز بکش استراحت موقع کن دراز بکش دراز بکش چی خبره؟ آقا آروم باش آقا دراز بکش برای آمبولانس بازه که ای بابا داره میفته پایی بگی بقید نری نوشی موقع بابا داره میفته پایی آروم باش یوسف بایستا یوسف بایستا افتادی یوسف بابا داره میفته پایی وای 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 نگاه کن آره دنبالش بهت بزن کنار بزن خیلی خوب که شما در خودم نکنی عزیز من شما تو برج اینجوری گیت شدی افتادی زمین آمبولانس اومد سوار شدی بیمارستان الان داشت اومدی بیرون بگی آمبولانس خودمون نیست هیچی بابا جون سرش حتما خورده به جایی داره چرت و پرت بابا توریف که نشده که بابا برای ما مسئولیت دادن بیمارستان الان چه مسئولیت خودمه تو اگه بچه بسنی تو شد که بچه بابا این افتضاحی نمیشد بچه نبا بینم یه پایین یه پایین پتو کجا میبرید آقا؟ پتو بابا تو هم حالا گیره پتو واسه من آقا سوارشو کجور بریم پزشکی نوشته شما سردر نمیاری تو برام بگو من چی سردر نمیارم تو برام بگو چی بگم خب بگو ببینم چی نوشته تو بالاخره بچه چیه دختره پسره پسره آخه حیف شد چقدر دلش دختر میخواست بمیرم براش آره خیلی ذوق داشت بچهش دختر بشه اب نداره پیر نیست بالاخره بچه بعدیتون دختر میشه اه تو داری به چی زنگ میزنی به منصور دیگه واسه چی؟ میخوام بگم که پسردار شده نکن زنگ نزن آدم خبر بد تلفنی نمیگه چه خبر بدی مادر جون خیلی دلش بخواد پسردار بشه نه نگو مادر این کار خوب نیست میخواستم بگم بچهش دختره این بچه دختره بله الهی ببینم این بی خوشگله دختره وای خدا چشه شکل باباشه دماغ دهنه شکل باباشه ای ماما به جای اینکه منو بوس کنی اونو داری بوس میکنی ای وای لوشه من فداش بشم وای خدا اولین بچه نوامه وای اولین نوامه داری چی کار میکنی زنگ نزن بهش باز دیگه چرا نکن مادر نکن ای خبر خوب تلفنی نمیگن پس چه خبری یا تلفنی میگن؟ خبرهای بی خودی حال شما چطوره قرار چندش کجایی چی بی خبر خونسا رو تلفنی میده اینجوری که نباید بگی تو باید بلنشی باش بری یه رستورانی یه کلاس بذاری راجب در و دیوار و گرونی و در پنجره صحبت کنی بعد کم کم راجب حاملگی و بچه دار شدن رو بهش بگی بچه دختره حالا بریم تو ماشین بریم قربونش برم میگم شیرین این آدمای پیر وقتی بچه دار میشن خیلی خوشحال میشن مامان نباید انقدر نگو منصور پیره من نگفتم پیر من کی گفتم پیر من پیرم تو پیری منظور پیره کی پیره مثلا نگفتم پیر من گفتم سیر بخریم بریم سبزی پلو ماهی درست کنیم آخه وقتی میگی منظور پیره من اعصابم به هم میریزه قربونت برم شیر جا گفتم جیر گفتم کت جیر تو برداری خوشی سوار ماشین شو بریم بیا بابا اینو به زیر چشت بادش بخورم آخ
چی کار میکنی؟ مگه از باغ بش فرار کردی؟ خب بادش میخوابه دیگه اینجوری. اسمش اینه که دوتا لندهور بزرگ کردیم که تو سختی ها مواظب ما باشن. نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ایتون خرطوخری همچین زد چش و چار ما رو داغون کرد. آقایون ککشون هم نگزید. بفهمم چش و چارشو میارم پایین. بگیر اونو ازش. چیه؟ بابا. انگاری تو مردی ها، حواست نی؟ بابا جون میخوام ببینم آخه کی زنگ زده به من. من میبینم واسه اسمس بال چی داری؟ این چیه؟ یارو شیرین سخنه شیرین بیانه. بده بابا باش صحبت بکنم ببینم. بشین بابا میخوام یه زنگ بزنم. چی رو میخوای یه زنگ بزنم؟ من فقط دلم برای این جناب شیرین سخن تنگ میشه که گفتم این آخر وقتی یه صحبتی باش بکنم. من خودم بهش میگم آقا، من خودم بهش میگم. نگران چی هستی؟ تا فردا هر کسی زنگ زد جوابش نمیدی. از فردا به بعد هر کی زنگ زد میگی بابا مرد. تموم. الانم بلند شید برید اونورا راستوریسی کنه. جلدی پاشید. جوری به مادرتون نگین که پس بیفته ها. متوجه این؟ ببین میخواین اصلا بهش نگی. چی رو بهش نگی؟ انگار شوهرش مرده ها، صاحب عزاستا. شما معطل چی هستید؟ خب پاشید برید دیگه. خیلی خوب، ببین فقط به بهرام بگین اون خودش دنیا رو خبر میکنه. کاری هم نکنی که من بی خبر بمونم. همه چی رو با من چک میکنی. باشه امین، بریم. بله. من نمیدونم چجوری عقلمو دادم دست تو، اونم با این نقشه مزخرفی که معلوم نیست تا آخرش چه بلایی میخوای سر من بیاری. منصور خان بازیش کمک داره. فعلا که برای ما فقط سرشکستنک داشته. از قدیم گفتم تا با منی در یمنی. ببین من هیچ جوری چشم از این قلومی ها آب نمیخوره. میترسم آخرش دب بکنه ها. هماهنگه؟ چیش هماهنگه؟ اگه تو تشییع جنازه جازت چی؟ به داریوش سپردم قبل از تشییع جنازه یه مجون دبش ببنده به نافش یا همونجا خواب به خواب بره. بابا نکشین این بدبختی ها. بادنجون بم که آفت نداده، زهر صد تا عفی هم بریزی تو شکمش کاری نیست. اوه من نمیفهمم تو این وضعیت این ساندویچ چجوری از گلوت پایین میره واقعا. بیا این حرف تو دیگه پایینم نمیره. آقا یه زنگ دیگه به مامان بزنی. سه بار زنگ زدم من نمیتونم بهش بگم. آقا یه ذره جربوزه داشته باش. بالاخره که باید بهش بگی. اصلا بده من خودم بهش میگم. چی میخوای بهش بگی؟ میگم که با کمال تاسف بابا مرد. سکته میکنه بدبخت. میگم تصادف کرد مرد. دیگه بدتر. یادت بابا یه کورک زد پس گردنش ماما سه روز پس افتاد. حالا میخوای بگی تصادف کرده؟ آقا بالاخره که چی؟ برای چیز بهش بگیم یا نه؟ آها اصلا بهش میگیم که بابا زنگ گرفته. پرت و پلا میگی، هم بگی بابا مرد بهتره. چته حواستو جمع کن. مامان. بیابونی که نیست مامانه. بده من اصلا خودم بهش میگم. جوربازه یه هر چیز هم نداری تو. الو سلام ماما. قربونت برم آخه منم دلم تنگ شده بود واسه. آره دیگه. آه نه آخه چه اتفاقی؟ آخه دروغ هم چیه؟ نه یه چند بار زنگ زدم حالا تو بپرسم جامون بد بود قطع وصل میشه. بابا چی چند بار تماس گرفتیم جواب نداد بهمون. آره حمیدم اینجاست. اتفاقا این کار خیلی مهمه. باید نمیدونم چی میخواد بگه ولی خیلی مثل که مهمه. گوشی الو مامان. سلام مامان. نه چیزی نشده. نه که چیزی نشده باشه، یعنی اتفاق مهمی نیفتده. راستش قضیه راجب بابا ساره. نه بابا زنگ کدومه؟ چرا زنگ؟ الو زنگ؟ بابا زنگ چیه؟ الو مامان بابا زنگ گرفته، یعنی هوو آورده رو سرت. الو چی شد؟ چی گفت؟ الو مامان بگو ببینم چی گفت؟ بهجم این 10 دقیقه دیگه اونجاست. بگاز برو بابا مزار.
اومدم. اومدم بابا. پاشو پلیس اومده. سرم درد میکنه ولم. بابا چی میگی؟ میگم پلیس اومده. پلیس. وای دادم اولپتی. چی؟ میگم لابد سیمخا تاره شده. اینا اومدن دنبالت. وای بدبخت شدم. چی کار کنم نگه؟ شلخ نکن ببینم. از اینجا تکان نخور من ببینم. چی میگم؟ باش شوک همش خواب بود. اومدم. اومدم دیگه. نقی 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 پاشو پاشو پلیس ها اومدن. جون مادرت پاشو پلیس ها اومدن. پاشو دیگه. آره پلیس واسه چی؟ حتما اومدن منو بدبخت رو دستگیر کنن. ای وای نکنه سیمخا مرده باشه. خاک بر سرم شد. با یه مشت تو نه بابا از اینجا میبردنش حالش خوب بود. خب چی کار کنم؟ تو بگو الان چی کار کنم؟ بابا برو پایین دکشون کن برن دیگه. من؟ بابا تو که میدونی من میترسم. به رفاقتمون قسم پاشه برو جون مادرت پاشه برو ردشون کن برن. فتولله ها سر من درد میکنه. شما پدر منو در آورده. من جبران میکنم. شرمندتم نوکرتم. فداتشم برو. تو هم خوابت زنگین ها. ای بابا ولی میری پایین نیفتی. مواظب باش. چی میخوای دست از سرم بردارید دیگه؟ یه غلطی کردی ما یه مش بروندیم دیگه. بابا تمام دهک و پوزم پر تبخار شد. چه مرگته؟ چی کار کنم نقی؟ تا چش رو هم میذارم پلیسا میریزن سرم. خیالت راحت شد؟ دیدی پلیس نیست؟ دایی دو پاشو دیگه نیاره این آم چی شد؟ پاشو اومدم پاشو بودو دایی
یا این چه شده آقا یه دوا بپا صورته بودو دیگه یه ذره بپا شو صورتش یه جو شیره یه کن بابا کلام کلا نکن به گوشش نرم که نرم آخرش هم همین طرف کارا کار دستش دارم وای دایی دایی به خود اگه ببینم اشون یعنی چشماشونو در میارم یعنی ظالم نمیذارم بهشون دایی شما اونجا بودید دایی جلوی چشای خودمون پر پر زده رفت دایی همینچون بغ نکن گریه کن بزن آقا چی دلت نریست چیزه از وقتی بابا اینجوری شو اصلا لام تا کمرم نزده دایی بکنم لال شده دایی یه موبایل باباست راستی منصور مرد هایی گفتی هایی بابا بیچه اصلا دلم نمیاد بگم خدا بیا مرزدت خدا بیا مرزدش آدم دلگنده بودش خیلی آدم دلگنده درسته یه واجه با آقا بود توی چوب نمیرم ولی قلبا هم دیگر دوست داشیم هیچ وقت هم نتونستیم این رو به هم بگی زندگی همینه دیگه بچه خودم از یه ساعت بعدش خبر نداره با زنت داری زندگی میکنی نشستی گل بگی گل میخندی همین که بعد میگنی یه گلنجتو میشکنی میبینی زنت دراز به دراز کشیده ای بابا چی شده زبون بده همینه نه منظورم که دنیا ارزش نداره نه یاره حالا این حرفا رو بیار کن چطوری به مامان بگیم حالا مگه به مامانت نگفتی؟ نه بابا آخه ما دلشو نداشتیم چجوری بگیم آخه بهش بدبخت بس چی داره میاد اینجا؟ اون بدبخت فکر میکنه بابا زنگ گرفته ای واه های بدری طلب میشه که ای وای اومد که نیره تو بهش بگو نه برام من نمیتونم کار خودت شما بری تو شما رو ببینه شک میکنه بری تو بودو همین برو تو رئیس بینا تو کجا داری میری من نمیتونم من ببینمش گریم میگیره یورده این کارم نداری ای بابا سلام آجی کدوم گوریه؟ منصور من چه میدونم کجا؟ سر من هوو میاری؟ فکر کردی با همین دستای خودم خفت میکنم منصور منصور مرد آبجی به جهنم گور به گور بشی الهی منصور واقعا مرد آبجی تصمیه درست میکنم آبجی امیدوارم تو شادی ها ببینم چطوره؟ آقا حرف نداری درجه 1-20 واقعا بابات این خدا بیاموز آره بنده خدا فوت شد
چند سالش بود این مرحوم؟ ما همسن سالای خودتون، چند سالتونه شما؟ بابا یه دور از جونی، یه چیزی پسر خوب. بابا حاج آقا این دیگه چه حرفی شما میذارین؟ دیگه یه شطور یه در خونه همه میخوابه دیگه. خواب به خواب بره این شطور. راستی آج آقا این تا دیر نشده پول زیراکسا و این حرفا شیرینی آقازاده خدمتشون، دست شما درد نکنه، با اجازه مخلص. عجب دور زمونه این شده، تا حالا نیده بودم کسی واسه مردن پدرش شیرینی بده. نکنه فردا ما هم افتادیم مردیم، تو هم بیا این کارو بکنی پسرا. الو روان خواه، بابا روانمون پاش شد با این نقشه گندگی کشیدی. مرده حسابی جمعیت اینجا جمع شده، این جنازه رو بفرست بیاد. یعنی چی؟ یعنی چه آماده نیست؟ بابا اینجا شلوغ شده، این جمعیت رو نمیشه جمع و جورشون کرد. چرا مزخرف میگی؟ مگه اینا تو عمرشون مرده ندیدن؟ یه آدم خبره اونجا باشه یکی ثانیه تحتو قضیه رو در برده. بگو دارم میرم دنبال جسد سردخونه دیگه. دایی تو آنتریک کن، یه فاتحخونه را بندازه تا میت برسه. خودتم یک ساعت دیگه اینجا باش. باشه بیا اینجا برم. این مگه نباید بیهوش باشه؟ مگه اون زهرمانی رو بهش ندادی؟ چرا؟ این اجدها میمونه، سر کشید دم نزده. خوبه؟ خوب دوستشو میبردی بالا. این؟ آه، اینی که من به این دادم، اگر به فیلمی دادم صد بار دراز شده بود. ببین من این حرفا حالی نیست، تمام آتش ها از توه، فهمیدی؟ همه از سر توه. آقا من که گناهی ندارم که آقا دیگه نمیخوام صداتو بشنفم، فهمیدی؟ بسه. چطوری غلام؟ چاکر دارم یه وای این سیره دارم یه دردی داره. حالا مخواد چجور باشم؟ شما رو اگر قرار بود تفپیچ کنن به نازن توی این حفره، حالت بهتر از اینه میشود. تا یک ساعت دیگه میری خونه آقای سیمخواه، جلو جمعیت عزادار صدای سرفهی، عدسهی، آهی، نالهی، صدای نابجایی ازت در نیاد، هرچی رشتیم پن بشه. آقا این رشتای شما آخر سر ما را به باد میده جان شما. اگه استرس داری میخوای بگم یه چند تا مسکنی آرام بخش چیزی بهت بده. نه نه جان من این کار نکنه، این شازه از صبح تالا هرچی پرسه آشقال ریخته توی این مده من، اصلا حالم به هم بخوره. یک پرسه خوب بیاره که حالم همچی خوب و شاد شنگول کنه. این چیزه من تهوه گرفته مالم بده. خب بابا کفن و آمبولانس حاضر کن، حامد الان میاد. چرا؟ واسه بینم عمو مطلب رو فرستادی پیش سیمخا؟ آره بابا خیالت بوت و بوت باشه. بوته واسه قرصکه چی شد به؟ واسه ببینم داری میری یه چند تا قرص آرام بخش بیار بده بندازه هندق بلا. خیلی خوب بابا. آقای خالقی، بلند شو بابا، جون سنگک گرفتم با حلیم، بلند شو بذار روشن شو. چیه؟ بلند شو بابا، بلند شو. ساعت چنده؟ ساعت؟ ساعت ندارم. نه خودت ساعت دار، ساعت نگاه کن، ساعت ده روب کمه بابا، بلند شو. چقدر میخوابی؟ چی؟ چرا انقدر دیر منو بیدار کردی؟ دیشب دیدم تو هول و بلا بودی، خوابت نمی برد.
گفتم دم صبحی بیدارت نکنم. چیه؟ بابا کسی صدات نزد؟ کسی به من زنگ نزد؟ به کی؟ به من دیگه. چجوری آقای خالقی؟ چی چجوری؟ آخه اینجا خط نمیده. آنتن نداره؟ کلی تلفن های ضروری داره. اینجا یه جا آنتن میده. کجا؟ اونجا. اون نوک منبع آب. بارچه ها رو صاف بزن. روشن دیگه اعلامیه لازم نیست به چسبونی ها. یه هر کس بیاد خودش میتونه اینجا چه خبر. بلرم یه جوری بزن نیفته. یه بارو بسته برش کن. یه بارو برس به چای اینا نه حواست باشه. اونا این اومدن حواست باشه که هم یه چیز. بسته دیگه اینقدر به اون بر نرین دیگه. بیاین برین دیگه. قربان شما. خیلی خوش کنید. دایی جان. ما حاضرم را میفت بریم. کجا بریم؟ دنبال جنازه دیگه. نمیخواد دایی جان خودش میاد. چجوری بیاد دایی آقه؟ خود وای دایی حواس بس آدم نمیذارن که. خیلی خوب شما برو تو من خودم میرم و میام. بفرما دایی. دست انا که نمیشه. حالا حمیدم میاد با حمید میرم و میام. نه یکی بزرگتر باشه بهتره. من میام بریم. گیر دادی دایی یاد جنازه آوردن که دیگه بزرگتر نمیخواد که. اینجا بزرگتر میخواد که مردم دارن میان و میرن سایتون برا سرشون باشه. خیلی خوب بس یکی که من پول بده دارن. پول میخوای چیکار کنم؟ ای بابا مجلس که با باد هوا را نمیافته که. تکون بخوری پول خرج میشه. من یه دب داره کپ داره سه داره شیش هشت داره. خیلی خوب خیلی خوب. چقدر بدم؟ هرچی بیشتر بهتر. بابا کم آدمی نبودش. میخواستم من خودم بدم. من خودم میزم. بهترم هست دایی شما خودت بده من بعدم با شما حساب بکنم. فقط من میترسم که موقع خدا بیامرز راضی نباشه. باید که میدونی از من زیاد خوشش نمیومد. برو خودش باشه بهتری داری. شما نگران این نباش بده من خودم باش حل میکنم دیگه. نداری جون احتیاط شرط عقلی بده من بده بهتری جون. همین؟ کمه؟ بابا من دیشب تاله که خبر مرگ بابات اومد 500,000 تومن من خودم خرج کردم. دایی 500,000 تومن خواهی خرج چی کردی تو؟ اصلا تقصیر منی که نذاشتم آب تو دلتون تکون بخوره. شما اصلا فهمیدی اینا از کجا اومدیش؟ فهمیدی؟ خوبیت برم میخواد حالا بماند تلفون که بعدم پیشش. خیلی خوب برم میگم. بیشته بیا اصلا اینا هم روش این کار برای خودم میخوام. بیا حمیدم اومد. این چیه برده چی آورده؟ هجله است دیگه. بابا این مسخره بازی ها چیه در آوردین؟ بگید بابا تو جوونی 14 سال است که هجله آوردین. با سنی نداشت خدا بیا مرتضی اول چلچلیش بودا. از هر جای گرفتی میبری پسش میدی. میخوای مسخره در همسایه بشی؟ خیلی خوب دایی به در جانتون اومدن. همینجا واقعا تسلیت میگم. آقای نوروزی دیدی بالاخره بی پدر شدم با چقدرش میخواد عروسی ما رو ببینه پدر جان غم آخرتون باشه. خیلی زودش با چه آرزوهایی داشت آقای نوروزی. خدا شما رو زنده نگه ناراحت باشه. آقا غم آخرتون باشه. بس همین جان بفرمید خیلی خوش آمدید. بفرمید شیر کنم. تو واقعا داره گریه میکنی خره؟ نه نمیدونم بابا ولمون کن تو هم دیگه چه میدونم. برو بریم جنازه رو حواس ده بگی اینا رو میسری پخشش کنیم اون داره بر داداش شهرمنده پشیمون شدیم قربونت برم. بیا بگی این پولا بار دامون که زندگی برو قربونت. بیا سوار شو. نه اینقدر خودت نخور بابا. اگه سیم خواه طورش شده بود الان از زیر خاکم شده پیدات میکردن. بس چرا تلفوناشو جواب نمیده؟ از دیشب تاله دارم بهش زنگ میزنم. بابا فکر میکنه طلبکارا زنگ زدن. بعدش هم تازه اون یه سر داره 1000 تا چی میگن؟ سودا. بله همین که آقا عرض کردن. بعدم فتح الله جان تو الان باید فکر زن بچت باشی. آخه چجوری؟
تو اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ بابا اون همه آدم اونجا بود، اما مشت من انداختش. ابو غلامی، من میگم اگه قرار بود مشت تو آقای سیمخوار بکشه، تا حالا باید نصف آدمای مملکت زیر خاک بودن. چی میگی بابا؟ بابای ما با یه حبقن پرید که روش خفه شد مرد. خیلی خوب دیگه، منم میگم اصلا زبونم لال، زبونت لال. اگرم مرده باشه، من که نمردم. میگم دوتایی کشید، شریک جمع داشته باشید، اعدامت نمی کنن. آقا رسیدیم، چیکار کنم؟ همینجا پیاده میشیم. نه 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 نه، پیاده نشیم، پیاده نشیم، حداقل جلو خونه شون رد شیم. خیلی خوب، پس به پیچ راست. چشم پسر، بیا اینجا بپر سر کوچه، یه دو کیلو خورما بگیر بیا. این همه آدم دو کیلو خورما؟ چه خبره؟ نفر یه دونه خورما میخوان خیرات بذارن دهنشون دیگه. خورما که نهار نمیدیم که. کم میادیم. حرف اضافه نزن، بیا بگی. خورمای خوب باشه ها. کم. بیا اینم بگی. این میگه کمه کمه. نگه چی کار کنم. برو آقا برو. برو یه خوردتون تبی. فتولا. بدبخ شده. چرا؟ آبت زایید. سیمخواه و لفتی سرت بدوز. یا آقا بلفز آقا برو برو سوداش ای لعنت برتون. اگه مردی وایسا چه شماره تو نوشم. برو وایسا دیگه، شماره تو نوشم، شماره تو نوشم، وایسا دیگه. شانس و بار رفت، وگرنه با یه مش درستش میکردم. تو باز چی میخندی؟ برو یه بعدت سده برو. از عباس آقا نگیری یا برو بازار بگیر. این که آنتنش پره، چرا نمیگیره؟ آقای سیمخواه، اون آنتن آنتن کاذبیه. تو مگه نگفتیم بالا آنتن میده؟ تقصیر من چیه چیه آقای سیمخواه؟ به هزار و یک چیز ربط داره. اگه سر کوه هوا خوب باشه آنتن میده، اگه خوب نباشه آنتن نمیده. چیه؟ به من کمک کنی، خودتو خواسته تو ماشین منه، کمک کنی، پلیس خلا کنی، من تو کمک کنی. آه جلو دومه جلو نیو مردی که چرا دری بری میشونی به کرایه برای که میخوام جلوی کنی برو فرار کن منو بگیری یه بگیری نداری فرار پلیس خلا کنی افتر منو بیا کمک کنی دیگه که پلیس خلا کنه. باز که پا شدی بگیر بخواب دیگه، بدن وانه در آوردی. جانتو دارم خفه میشم، وی دارم سرکه بکنم. باز باش کنار بیار، چشمو هم بذاری همه چیز تمومه. کنه یا دلرونه که حرف حساب حالیش نمیشه. دارم بیاره بالا، دارم بیاره بالا جان خوده. ده دقیقه دبون بیانی یه دور جنازت تو حیات تاب دادن فاتحه. جالی تو تو بگو یک دقیقه، نمیدانم حالم دارم بد میشه. چارش پوله، اگر بسازیش هر مرگی داشته. میخوام سر سر سیاه خون نشه. ببین خوابیدی خوابیدی نخوابیدی تا حالا هر چقدر بهت پول دادم از حلقومت میکشم بیرون. نه یه وی سای یکم دارم بهتر میشم، یکم بهتر شدم. شورت در نمیاد. من سی که آمبولانس واسه دارم، آمبولانس که داریم، آمبولانس که جنازه رو میگیریم میبرمش تو یه سوپ شد میکنیم زدیم برمیگردیم. بشتر از من که میبایی نمیزی فکر زدیم. دادتر آمبولانس من درست تایی نیست. گفتا آمبولانس
تحقیق افه میای، انگار بابام جدی جدی مرده ها. عزیزم تو الان باید یه چیزی بذاری اش تو چشمه ما بیاره. اینا رو میذاری میریم اونجا جلو فک فامیل آبرومو میره دیگه. دیگه نباش. فکرم اونم هستم. تلفن باباست. آب بده دیگه. کیه؟ شیرین. آن کیه؟ شیرینه شیرین. سخن شیرین. بیان ده دفعه صبح تو زنگ زده. شیرین زبان. جوابشو بده، یک کلام بهش بگو تمامش کن، حالا قضیه رو بکن دیگه. بگم مرد؟ نه، بگو اینجا سلام گوشه میدم دست خود، بگو مرد دیگه. سلام آقای شیرین بیان. سلام خانم. آقای سیمخا. متاسفانه فوت شدن خانم. عرض کردم فوت شدن، بعد دیشب سکته کردن. خواهش میکنم. آقای شیرین بیانم که خانم عذاب در اومد که سکته کرده. از خوشحالی سکته کرد؟ از ناراحتی سکته کرد؟ فوت کرده. مرد؟ خاک بر سرم مرد؟ از فرمین دچه دار شده مرد؟ شاید از دست زنش سکته کرده. تو رو نمیگم مادرو، اون زنشو میگم، حتما دست اون مرده. این بدبخت بین شما دوتا اینقدر اومد قایم و چک بازی کنه قلب نازنینش تحمل نیاورد. مرد نکنه اصلا زن اولش این کار کرده، نکنه اون سکتش داده، یه کاری کرده قلبش وایسه دعوا مرافع رو انداخته. مادر من میدونم همینطور. حالا تو گریه نکن، حتی اصلا با کی حرف زن؟ با پسرش. با پسرش؟ اصلا دروغ بوده. اینا فهمیدن سیمخار هوا آورده سر مادرشون، این دروغ رو سر هم کردن که تو رو از سر با کنن. بنده خدا بل کنی موبایلو، بلنشو برو اونجا، بلنشو برو اونجا خودی نشون بده دیگه. لازم نیست خودتو قایم کنی، تو الان ازش بچه داری. چه مرده باشه چه زنده باشه تو زنشی، باشه برو یه خودی نشون بده. برو مادر. بفرمایید. هی بهتون گفتم بیاین از این آدم شکایت کنیم بندازیم به زندون، انقدر نیومدین نیومدین تا آخرش شد این. دیگه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. کی نمیتونه غلطی بکنه؟ بنده. ببخشید اگرم مینداختیمش زندان، نباسم اون پول میشد نخونه. چرا نمیشد؟ قانون پول از تو حلقومش در میاره. خب اگه به قانون همین الان هم میشه ازش شکایت کرد. شکایت چون اون به اندازه کافی الان پول داره. پول داره آقای انارکی، ولی فرقش اینه که الان 60 تا میراث خورم پاش خوابیده. بابا به پیر به پیغمبر زشته. تو مجلس اعضای این بنده خدا شما تو فکر طلب و حساب و کتابتون بابا شما دوباره چه اینجایی؟ مگه نگفتم تا سر کله بچاش پیدا نشده از اینجا برید؟ ما برای تسلیت گویی اومدیم، به مردنش که راضی نبودی. چرا ملتفت نیستی برادر من؟ بابا دوتا بچه‌هاش از دیشب وقتی خبر مرگ باباشون رو شنیدن هل تو هم نذاشتن، از همونجا رفتن کلانترین شکایت نوشتن. ای بابا خیلی ببخشید، نه از کی شکایت کردن؟ از والده بنده. باز شما دیگه. از ما واسه چی؟ آقا جون گزارش پزشکی قانونی زمینه پرونده است، گفته این بابا بر اثر ضربه‌ای که تو صورتش خورده زمین خونریزی مغزی کرده مرده. به ما چه ربطی داره آقا؟ پس به چی ربط داره خانم محترم؟ یکی از شما با بوک زدید دیگه، بچه‌هاش که نکشتن، پای همه تو گیره. ای مردا ما تا حالا طلبکار بودیم، مثل که یه چیزی هم بدهکار شدیم. آقای عزیز طلبتون به روی چشم، ولی اجازه بدید اول قاتل پیدا بشه. پیدا شد چشم، خیالتون راحت. بعد از اون محروم هم بزرگ خانواده بنده هستن، تا اون قرون آخر طلبتون رو بهتون میدم. جنازه رو آوردن. جنازه اومدش دیگه، سفارش نکنم. این بچه هاش لاتو بودن، یه موقع چیزی نگید مجلس به هم بریزه. سوی برید اون برمینا فاتحم هم سلبات. عجب خریتی کرد، خودت رفت دیگه تکرار نمیشه. منصور جون، منصور کجا رفتی بدون خدافزی؟ منصور بیا ببین، بیا ببین، بیا ببین کی آمدن دیگه.
حمید بس دیگه، تو همینجا از همینجا گردش کن، گندش داره در میاد. آقا برگرد، برگرد آقا، برو جلو. کجا میبرینه؟ برگردی میخوام ببینمه. راست میگید، کجا داریم میبرینش؟ بابا بذار بدید مادر تو شوهرشو ببینه دلش آروم بگیره. بابا یه چیزی داری میگی دایی بهرام؟ این صورتش خیلی درب داخون شده، ببین حالش بدتر میشه، بذار اون خاطره خوشو از اون داشته باشه. برگرد آقا، میخوام ببینمه، میخوام صورتشو ببینم، میخوام باش حرف بزنم. دایی حالش بدتر میشه ببینه ها، ببین که میگه. آره بابا من شما بزن به جلسه بره تو، من نمیزن روشو باز کنه، بسار روی تو دست دستم به با دست سلبان. آره بابا آره بابا آره بابا آره بابا آره بابا آره بابا بفرمایید بریم بیرون، بذارید منی من و بچه ها با منصور تنها بشه، خواهش میکنم، بفرمایید. چی چیه صورت قشنگیشو ببینم مادر من واقعا تو که طاقت نداری ببینی مرده دیگه. آخه دایی بهرام، دایی مگه ما با هم حرف نزدی؟ مگه به من شما نگفتی نمیذارم صورتشو ببینه؟ دایی بس یکی پول بده بابا، یه آمبلاتا پول بده بابا، خب دایی پول میدم، برو بابا نیرو صورتشو میبینه. بفرما بیرون همه. بابا مادر من عزیز من بیا بابا، تموم شد دیگه، خوب شد، دیدی؟ پاشو. نه نه مادر، بذار کار دارم من باشر بزن. بابا مادر بذار همون خاطره صورت خوبش برات باقی بمونه دیگه، بلنشه بیبریم دیگه. دلم آروم نمیگیره مادر، 20 سال حرف تو دلم مونده. مادر من خوبیت نداره جنازه اینجا رو زمین باشه. منصور زود حرفت بزن ببریمش دیگه، زود باش. بخوام مادر بزنم منصور جون، باشو بخوام مادر بزنم.